مطلبی دیگه به اوجش رسید. اجازه بدید من دو سند رو ارائه کنم که خیلی مهمه و البته یکی از بحث‌هایی که شما اشاره کردید یک دیدگاهی است. آقای ماروین زونیس آمده بود و نسبت به مسائل آن زمان یک در حال کارهایی انجام داده بود. از هر دم از این با بری میرسد چاپلوسی و تملق پاشنه آشیل پادشاهی. جلال خالق دوستان عزیز نگاه کنید، آخه یه آدم چیزایی میبینه عجیب غریب. ایشون آقای امیری هن. آقای سلیمانی امیری افتادم تو کوچه بنبست بکنم، رفتم کانالشون رو چجوری پیشنهاد داده من یوتیوب، دیدید که گم شده، دقت کردی آقای امیری گم شده، افتاده رغوز انتقاد از پادشاهی. مثلا پدرکشتگی داره این با چیز، با پهلوی، و داره تمام سعیشو میکنه. سنجی ها و مسائل مختلفی رو بررسی کرد و بعدشون دید که بله درسته، یعنی اون شخصیت های بزرگ و تراز اول دوران پهلوی، چه ارتشیش چه افراد دیگر، خیلی کم توشون آدم های مستقل وجود داره. همه وابسته بودن آقای امیری، همه وابسته بودن. آره یهو فهمیدی شما، آره آدم های مستقل نبودن. بکنم اصلا سیستم اونجوری جواب بده آقای امیری، ما کشور چجوری اداره میشد اگه مستقل نبودن؟ اونجوری اداره میشد اونجوری بهتره دیگه. خب چه دنبال آدم مستقل میگردی؟ ببینید یه حجمه ای اصلا شده یه آدم خندش میگیره. این مردک امر برش مشتبه شد. دقت کنید دوستان، یه حجمه ای به پهلوی اصلا هست که یه کار جمهوری اسلامی نیست عمرن مغزش داشته باشه، کار یکی از دوستان جمهوری اسلامیه، دوست غیر مستقیم، مثلا دوستان دوست که زینف احساس خطر کرده از پهلوی. من اون کانال آقای امیری دیدم، یه دفعه دیدم چجوری پیشنهاد دارم، این چی نوشته اونجا، نوشته ما رو چیا کنید در اینستاگرام دنبال کنید، از پروین پرپوخ کمتره چیزاش، 7.5K سابسکرایبر داره، کامنتاش خلوت. نقد دینش میکرد. دقت کنید آدم، یه سری آدم سیاسی رسانه‌ای دارن به رضا پهلوی حمله میکنن. دقت کنید سیاسی رسانه‌ای، یعنی کارشون اصلا فقط رسانه بوده، مثل این بابا که سیاسی که نیست، البته این داشته از اون طریق مثلا میزد. احتمالا این آقای امیری بچه آخونده. دقت کنید دوستان، یه سری آدم کاملا رسانه‌ای مثل جوان مردی یا اون رو تو تن لش امره میزده، یا چی براتون بگم، هم دیدید که دیدید چند تا بهش برم. الان ببین امیری، آقای امیری از نقد دین زده بیرون، داره نقد شاه میکنه، نقد پادشاهی میکنه، به قول خودش مثلا چاپلوسی رو داره انتقاد میکنه ازش. غالبا کسانی هستن که استبداد رو توجیه میکنن، مردم رو به هیچ. پس استبداد بود، نه استبداد بود قدیم آقای امیری، من مونده مثلا فوشش بدم ندم، من از این برنامه ساختم کلی احترام بهش گذاشتم، بگم آدمه، استبداد بود. خب اون استبداد رو برداشتن آقای امیری، الان اومده جاش. آقای امیری این مردم میخوان، من تو ایرانم تو اونجایی ترکمون، این مردم پهلوی رو میخوان و به هیچ کسی دیگه اعتماد ندارن. نمیفهمی یعنی چی؟ تو نمیفهمی یعنی چی؟ برای اینکه مزدور بودی که اصلا بیای این کارو بکنی. این اینا رو دیدید؟ نمیگم اصلا کار، نمیگم چیزی که میگفتن میگن اشتباه بوده یا مثلا کلک بوده، نه نگاه کنید مرور کنید آدم ها رو، آدم هایی مثل این رو، خلجی، اکبرین،
خود این نه که نقد دین میکنه، مخصوصا اکبرین و خلجی که اصلا اینا از خانواده اینا به چه دلیل میفتن به نقد دین؟ خب احتمالا بچه آخون بودن، یعنی میبینن این تناقض و کثافت رو میافتن دنبالش ببینن در بیارن تهش این چه کثافتیه که مجاب کنن مثلا آقا این که بابای میگفت اشتباه بود، این بابای تو بشکه رفتمون. فکر کنم آقای امیری هم بچه‌ای که اگه خونده باشه تهش بد در میاد. آخه بی پدر واسه چی میزنی؟ استبداد بود پس نه؟ یاد برام مشیری افتاد، حالا به جالبه مقایسهش میکنم، میخوام مقایسهش میکنم تو ذهنتون مرور کنید اینو با استاد مشیری ببین چه فرقی دارن. این میگیرن و به نوعی سعی میکنن با تملق و چاپلوسی در اون دستگاه پیشرفت کنن. آی داریوش همایون در اون دستگاهی که چاپلوسی و تملق توش هست بازده نداره که، مردک نفهم چجوری بازده داره؟ چرا اون همه دشمن پیدا میکنه که سرنگونش میکنن آخر؟ احتمالا یکیش هم تویی. کتاب دیروز و فردا که ما داریم اون رو مورد بازخوانی قرار میدیم که بدانیم داستان چیست، رفته تمام کتاب رو در آورده، مردی که نفهم رفته تمام کتاب رو در آورده که بیاد توضیح بده. مثلا تو روشنگری میخوای بکنی؟ آقا یه توی کامنتشو میخوندم یکی نوشته بود، یکی از این طرفداراش، طرفدار که نه، اینا میان آدمای آشغال عقده‌ای میان وصل میشن، مثلا میرن اینو داره میزنه ما هم یه حالی بهش بدیم. نوشته بود که آقای پهلوی بهتری که به طرفدارشون به سکوت دعوت کنند. اگر ملت من این نوشته بود، اگر مردم اینا رو بخوان، آقای پهلوی رو بخوان انتخابشون میکنن. من ریپلای کردم براش چجوری با چه صندوقی انتخاب میکنن که تو بفهمی مردم انتخاب کردن؟ بعد مثال زدم همین کانال آقای امیری ها. گفتم نگاه کن همین آقای امیری سلیمانی نگاه کن، یادتونه چجوری بود؟ کلاب خاص بود و 40-50-60 کا بازدید، آقا نشسته بود مثلا داشت مناظره میکرد. کو کانالش، ببین کانال اینستاگرامش رو تبلیغ کرده آقای امیری، یعنی افتاده تو سوت آباد دیگه، تو شاس بلاق تپه 7.5 کا. تازه تو این کامنتاش هم انتقاد بود، باز یه دوستی هم همین حرف من داشت میزد، نوشته بود من هم شما رو گوش میکردم هم به دیگران پیشنهادتون میدم، دقیقا میکار من میکرده ولی اشتباه میکردیم. خیلی اصلا مراقب این آدم ها بشید که نقد دین میکنند. فرق تو با استاد مشیری میدونی چیه؟ چرا مشیری با اون همه تندتر از تو، وهران مشیری خیلی تندتر از تو منتقد به این کلمه استبداد میگی، استبداد گذاشته، منتقد بیشتریه. وهران مشیری خیلی بیشتر از تو انتقاد داره، ولی چرا این همه سال در ریخت نیفتاد؟ نمیفهمی اینو؟ دوستان دقت کردید؟ وهران مشیری و خیلی مثلا این سلطنت طلبها خوشش میدن، در پیتان سلطنت طلبای در پیت، مثل بیننده های تلویزیون ایران آریه ای در پیتن دیگه. میگم برام شطور مثلا اینو این چیزا واسش میگم، ولی خیلی من مطمئنم خیلی هایی که حامی پهلوی، یعنی خیلی از مردم ایران دیگه، آقای امیری نفهم از اینکه خودت سود شدی متوجه نشدی، هنوز داری ببین داری سین خوردی زمین، داری سینخیز میری، سود شدی توی وب. یادم نیست چقدر این بازی شده بود، این چجوری به من یوتیوب پیشنهاد داری گمش کرده بودم اصلا اینو، یکی همیشه میومد. این قدرت پهلوی، اینی بوکسوری میمونه رضا پهلوی که هر کی میاد یه مش میخوره میره میفته اون ته دیگه اصلا گم میشه، بازم بهش حمله میکنی؟ بابا اون به خودی خودش نیست، مردمی پشتشن آی امیری، مردم میخوانش. خیلی خیلی مهمه اینی که تو بتونی محبوبیتی داشته باشی، توجه مردم ایران و تمام خطه های ایران، آخه یکی دوتا نیستش که، شمال مال ولایت پدری خودش، اون چی جنوب کشور، خوزستان، خیلی جالبه، شرق، غرب، همه جا محبوبه و
برای چی؟ مردم مگه دیوونه الان میگه که تبلغ اصلا داستانش تبلغ، مردم مگه کسخلن خواهیه بمالن؟ دیدن دیگه وقتی رفته چی شده؟ پهلوی ترک کرد کشور رو چه بلایی سرشون اومده؟ بعدی تو اینه که ایران الان نیستی. به 158 رو که جالبی میاره و این خیلی مهمه که بدونیم، مهم خود اون شخص نیست. مثلا اگر افرادی بگن بله شاهزاده این گونه است، نه، آرام آرام این تملق و چاپلوسی اشخاص رو به سمت و سوی میبره که مگه خامنه ایه بچه شاهه؟ خب 40 سال اونجاست، هنوز 40 سال حرکت سر نمیخواست حرکت سیاسی کنه، حقش هم بوده. میگه شما پدر من چرا کردین که ما من واسه من میخوایم؟ اون همه لطف کرد، اون کی آخه؟ اون با تملق چی شده حالا؟ مثلا چی میشه؟ فرض کن دیکتاتور میشه، آیا امیری دیکتاتور میشه؟ بهت قول میدم دو سوم مردم ایران عاشق اون دیکتاتوری هن که برگرده دیکتاتور بشه، برگرده ها، دیکتاتوری پهلوی با 10 برابر قدرت برگرده، از جون و دل میخوان مردم. میفهمی اینو؟ میفهمی بیشور اون فضا قرار بگیره؟ این رو دقیقا آقای دکتر علی امینی هم در جلد اول مصاحبه. علی امینی کیه؟ میخوره به اون فکر کنم محمد امینی کچله کوتاه فکر کنم داشش بشه حتما. نه خیلی خاکستر، معذرت میخوام. دقیقاً ذکر میکنه یکی از مشکلات عمده‌ای که علی امینی با شاه داشت همین مسئله بود که حالا خانم ناهیدم بهش اشاره کرد. علی امینی من به ذهنم اومد که عرض کنم که اولی که تمام اونایی که در بر ضد پهلوی نوشتن و کتاباشو در مورد داره میخونه، آدم بدبخت و بخیل اینجوریه دیگه. کتاب تاریخ شفاهی ایران رو انقلاب شماها کرد اولش مصاحبه‌ای هم هست با علی امینی، دوستان بخونن، خیلی نکات جالبی جالبه. اما این مایی داریش همایون چی میگه؟ ایشون اشاره میکنه بت‌سازی و اطاعت کورکورانه 40 سال پیش شاه جوان دموکرات را کم کم به شاهنشاه آریامهر و رهبر و فرمانده تبدیل کرد. حالا برخی وقتا خدایگان هم دیگه به ایشون گفته بودن و تعظیم را به دستبوسی و بعد پابوس پایین آورد. هر سخن معمولی شاه را نشانه نبوغ ذاتی شمرد. با نبوغ داشت دیگه، نبوغ داشت دیگه، هر جا میره نمیدونی با صنعت چه کار کرد. آخه بابا تو از قجر در اومده بودیم ما، الاغ را میرفت تو خیابونمون اگه نبود، هنوزم الاغ را میرفت، خود را میره توی پاکستان و افغانستان دیگه، الاغ و گاری. تا جایی که موضوع این همه ستایش و پرستش دیگر حاضر نبود با هم میهنانش وارد بحث جدی شود. چه بحثی؟ و اظهار نظر مستقل از سوی آنان را نشانه گستاخی میشه بود. این برداشت اونه، گستاخی. این آدم میتونه مثلا به مرور کنید پهلوی رو؟ آره آدم مغروریه، ولی بابا یه چیز تو چنده داشت دیگه. لام از سب در صفحه 158 ذکر. آقای هوشنگ نهاوندی هم در یکی از این بحث‌ها سراغی هوشنگ پیدا کرد یا سینما رکس آبادان شد. حالا ما این کتاب رو بعداً خواهیم خواند. تمام اون چیزایی که نکته‌هایی که میخواد مثلا مخاطبش رو، چه آدم پستی هستی، چه آدم پستی هستی آقای سلیمانی امیری. حیف اون وقتی که من گذاشتم حرفای تو مزخرف رو گوش کردم. اینقدر بخت تو وجودته، تو چجوری از نقد دین زدی تو سیاست؟ که دقیقاً شب 28 مرداد حادثه سینما رکس آبادان رخ داد. نزدیک 600-700 نفر کودک و زن و رفقای مرد و افراد مختلف در اون سینما سوختن. تقصیر پهلوی بوده حتما، نه؟ جشن ملکه دفتر. مادر جشنی در ترتیب داده بود به خاطر پیروزی 28 مرداد. خب خبرش پخش نشده بود که آقایون درباریان نشستن، آتشبازی هم راه انداختن، به خوشی و میمنت و اینها گذراندن، انگار نه انگار که آقا ما یه جشن به خاطر این سوختن مردم تعطیل بکنیم، عزای عمومی اعلام بکنیم. من اینو تا الان نشنیده بودم. نه کدوم سوراخ در آوردید؟ نمیگم اتفاق نیفتاده، کسی بهش اشاره نکرده بود. امیری، آقای امیری، نمیتونی بزنی پهلویو، قدت نمیرسه، برو گم شو. به نظرم خودتو زدی بدبخت. اون شب جشن برگزار شد تا اینکه فرداش فهمیدن که آقا اشتباه کردن، نباید این کارو میکردن.
فرد خب خود گفت اشتباه کردن. یکی داره میگه منتقد به پهلوی داره میگه دیگه همانی. اما دیگه خوب خبرش دیگه به گوش مردم رسیده بود، اون آتش بازی ها دیده بودن و اینها، و بعد اون داستان سینما ریخت. حالا ایشون میگه تو اون جلسه آیا هویدا اومد؟ احمق بودن پس مردم، نه اون آتش بازی ها دیده بودن، توضیح شده نشده بودن، نه چون داره آتش بازی میکنه سینما ریخت هم که پس احمق بودن مردم. ایراد پهلوی اینجا بود که مردم و شعور سیاسیشون رو نمی برد بالا، نگاه نمی کرد مردم پا منبر آخوند می شینن دستتو تا مرفق چی میگن بهش مرفق اصل بکنی بکنی دهنشون چونیا گاز می بفتن دنبال آخوند. شعور سیاسیشون رو نه. من بابا میادم بپرسیدم ازش دوستان یه بار الان میادش مستان خدم نه سینما رکس رو که گفت، گفتم داستان سینما رکس چی بود؟ من جوان بودم مثلا، بابای من چی گفت؟ این نسخه مخ بابای من چی بود؟ بابای من یادم مومن حزب اللهی مومن یعنی نماز خون، گفت اینا وسط فیلم این انقلابیون میان بچه حزب اللهی میان یه فیلم از فساد دربار پهلوی رو وسط فیلم پخش میکنن، خب ساواکی ها میفهمن بنزین میریزن آتیش میزنن. درک مردم انقدر بود، اصلا یه چیزی نسخه ای گفت برای خودش، الان بشنوی خندت میگیره دیگه. سینما رکس پولش رو علی خامنه ای پاکت پولش رو تحویل میگیره میره میکنی. این بخل وجود امثال تو بود، هیچی نیستید، میخواستین در رأس قدرتم باشید. بابا شاه بود دیگه، برای چی بهش میگن شاه؟ شاهه که میره تو انگلستان، من کی میفهمید اگه میخره شاه نفتو میخره به نام ایران نه به نام خودش، به نام پهلوی. سعودی این کارو نمیکنه، سعودی همه چاها به نام خاندان سعودیه، حالا عربستانه ولی به نام خان به نام هنوز هست پلم تو انگلستان. ما چاه نفت داریم دوستان که پهلوی خریده به نام ایرانه. سرمایه های کشور ایران. بابا واسه این چیزا دوستش داشتن، نه فهمیدن ملت یهو خر شدن، یهو مثل آدم هایی که چیز سکراور خورده باشن چی باشن مثلا یه چیزی خورونده باشن به اینا، یه دفعه بیدار توی 6 ماه یه دفعه هم میرن تو خواب و بیدار میشن. این ملت ایران سال 57 بیدار میشه با شگوی خوردیم. اون همه شاپور بختیار مخالف پهلوی که تو زندان پهلوی بود گلویش رو جر داد، گفت مردم نکنید این کار، این دیکتاتوری نعلین، اگه اون دیکتاتوریه اون از دیکتاتوری چکمه خیلی خطرناک تره. گوش نمی کرد، امثال تو بخیل بینشون بود. سخنرانی دقت کنید، هویدا 13 سال نخست وزیر بود، بعد از 13 سال نخست وزیر بود توضیح داره که تو خود معروفه که 13 سال نخست وزیر بود، کی ازش ناراضی بود؟ یه طول این 13 سال معروفه اون که حرفش که این کبریت بود یا خودکار بود، 13 سال قیمتش یکی بود، الان 13 روز قیمت تغییر میکنه، ثابت نمیمونه. 13 ساعت 13 ساعت به خدا قیمت تغییر میکنه. بابا بی پدری یه خورده اون خود توجه خوب ناک اوت میشین، گوز میشین. شد وزیر دربار. میخوام نشان بدم که چگونه در این دستگاه مجیزگو افرادی که مستقل باشن چند ماه هم نمیتونن کار کنن. کیا مثلا؟ اما افرادی باشن که مستقل نیستن، اهل چاپلوسی و تملق هستن، 13 سال هم رئیس دربار و نخست وزیر رو. آدم چاپلوس که مملکتش رو، آدمی که چاپلوس داره خودش جمع میکنه، مثل علی خامنه ای کونیه، سلیمانی امیری بیشیور، این آدم برای ساخت و ساز کاری نمیکنه که. کدوم یکی از سلسله پادشاهی کشور ما خانوم باز و کسافت کار نبودن؟ تو شما این انگی به پهلوی میچسبه خانوم باز باشه دنبال اشغال باشه؟ پیش میگن ترسو. این بیناموسا به محمد رضا پهلوی یه بار به این آدم سوء قصد شده، باز جوری میاد توی خیابون
با زن بچهش یا تنها، جوری میاد تو خیابون که دیدید که داستانش یکیش داستان مأمور قربانیه، میرسون میتونه از محافظش در بره برس رو خودشو به اعلی حضرت. بابای من تعریف میکرد باز امشان میگم بابا مادر هی میاد حرفش به نظرم بابای من تعریف میگم میدیدم یه بار چند بار پهلوی دیدم به ماشیناش هست دیگه معروف کروک تابستون میاد بیرون تنهایی دو تا ماشین اون تو نیاورون دور میزن میرفت شایی که بهش تو قصد شده چقدر بهش گفتین ترسو از کشور فرار کرد. خیلی مرد بود، خیلی مرد بود، پشمشم نیستی. آدمی که چاپلوس و خایمال دور خودش جمع میکنه میخواد علی خامنه‌ای دارن میبینن مردم ایران، تو نمیتونی مال این حرفا نیستی امیری عوض کنی نظرشونو. دیدی که سود شدی که بدبخت. مشاغل دیگر میکنه. خب حالا ایشون چی میگه آقای هوشنگ نوابندی؟ میگه هویدا وزیر دربار سخنرانی مجیزامیز کرد، بعد ادامه میده که سخنرانی او رو میاره، بعد میگه البته و قطعا او به یک واژه از اینها که گفته بود باور نداشت، اما عادت کرده بود مجیز بگوید. این روشن فکر هوشمند به خاطر بازی سیاسی به بزرگترین تملق‌گوی شاهنشاهی ایران تبدیل شده بود. تملق آخه وقتی توی سیستمی باشه، تو سیستم فاسد، سیستم ریزالت نداره، چه می‌دونم خروجیش خروجی نداره، چه جوری پس 13 سال اقتصاد گل ارکیده میذاش؟ بابام بازم بابام میگفت گل ارکیده داشت، هر روز گل ارکیده چیز گرونیه دیگه، ازش یه بار سوال میکنن آقای هویدا این گل ارکیده چیز گرونیه تو پشت کتتون میذارید هر روز یه دونه؟ برمیگرده میگه من مخصوصا این کارو میکنم که به دنیا و مردممون نشون بدم که خیالشون رو هم باشه اقتصاد ما به قدری محکمه که نخست وزیرش میتونه هر روز یک شاخه گل ارکیده بذاره توی پشت کتش. کشور بابا دادی نه. آخه ببین تو که میگی استبداد، استبداد بی ناموس، خب خراب مگه نکردی استبداد؟ دست کی افتاد؟ در صفحه 145 آدم دیوونه میشه. کتاب آخرین شاهنشاه خب. الان میفهمه آدم، یه خود مرور که میکنه الان یه بدونه فیلماش هست به کانال من، مناظره آقای سلیمانی امیری با شیخ فرهاد، با یه خر نشسته قشنگ داره مناظره میکنه کاملا. من تو اون ویدیو میگم عجب فرهیختگی داریم. نگو اصلا این به آخوند احترام میذاره کونی. الان ببین چجوری صحبت میکنه، نگید بری بد باش صحبت میکنی. الان ببین چجوری درباره پهلوی دیگه اصلا اون احترام ها رو نداره. با آخوند گاوی به اسم شیخ فرهاد، یک علاقه به تمام معنا که اصلا کمدی بود. من هیچی نمیگفتم. یه بار دیگه گوش بدید این کلاب هاسو میترکیه خنده، با اون نشسته داره مناظره میکنه. این دقت بفرمایید دوستان، آخرین روزهای آقای طبیعی است وقتی شما در کنار این اشخاص عقدت باز شد دیگه. آخرین روزهای آقای چیز طبیعی آخرین روزهاش بود دیگه، تمامتون عقده ای هایی بودین که میخواستین اون بیاد پایین شما برین جاش. خب خمینی اومد زد جاتون. کسانی رو ببین که چهره های واقعا مستقلی هست. خمینی درس عبرت طبیعت بود، گذاشت تو کاسه مردم ایران. اینقدر نمیدونید اون شاه رو میندازی بیرون، اون آدم رو میندازی بیرون، اونی که داره خدمت میکنه به میندازی بیرون. بیا استبداد داره، مستبد به دیکتاتوره، حالا به تالی میکنم ایرانی. بگرد دستتو بگی در کیونت مراقب باش، ببین چی کیونی آوردم گذاشتم. به دموکراسی باور دارم، آدم های استخوانداری هستن. به خدا اگه تو معنای دموکراسی رو بدونی، دموکراسی میگه به مردم، اسمش اصلا روشه دیگه. دموکراسی یک واژه یونانیه فکر کنم. دمو میشه مردم، دموکراسی کراسیش میشه یعنی در برابره، میگه همچی معنی میده اگه اشتباه نکنم، یعنی صاف جلوی صاف و روک و راست، یعنی جوری باشی که در چیزی پنهان نباشه از مردم. خب تو اصلا دموکراسی نمیدونی چیه که
تو فقط انگار برخورده بهت، خب افتادی رو قوس و نشون داری میدی خودتو که دمش گرم، دمش گرم اون خانم میترا بابک یه کاری باید کرد که داری خودتو خوشگل نشون، دمش گرم. ولی وقتی هر لش و لوشی، هر تخت پاری، هر مجیزگویی رو این حرفا رو نمیزد تو مناظرش، دقت کردید؟ نیا کنید این ذاتش رو نشون میده که بچه ها خونده. حدس میزنم اصلا این تیپ منتقد دین بچه آخوند میشه. ببین منی که از دین متنفرم، دوست دارم خودم رو دارم میگم، من از دین متنفرم، دنبال سوراخشم گشتم پیدا کنم که صحبت کاریش مثلا به حرفای این گوش میکنم. برای چی؟ برای اینکه بابام نمازخون معتقده، مجبورم که البته نکرده، توصیه میکرد که نماز بخون، غوص کن، نمیدونم ریشت کوتاه نکن، صورت رو تیغ نکشه، این چیز چرت و پرتا. خب مجبورم کرد اون. اینم یه همچین چیزی، این منتقدین دینی اینجوری ان اکثرشون. مرور کنیم دیگه، هر احساس خطر میکنه. ولی وقتی هر لش و لوشی، هر تخت پاره‌ای، هر مجیزگویی رو دور و بر خودتون جمع میکنی، شما باید احساس خطر بکنید. من دو شب پیش عرض کردم همین هر شب آقای امیر طاهری که ایشون قرار بود این آقا رو ببره تو اون شورا و حالا این داستان ها مطرح شد، لش و لوشه. حالا جدا از این که میگفت آقا فلانی اصلا ارزشی نداره یا فلان منشور اصلا اعتباری نداره، حالا چجوری میخواست وارد اون بشه خودش یه بحث، اما ایشون محمد اشاره میکرد که بله اصلا بحثشون بود. مگه تو شنیدی چیزی که من میخوام وارد بشم یا نه؟ بحثش این بود که طاهری نیومده مثلا دلخوره. خب تو چیزی نشیدی ازش، کم تو توهمات داری میگی. من در اون زمان که حالا مسئول روزنامه بود دیگه، اشتباه کردم اگر پوتین اعلی حضرت رو هم نمی لیسیدم. شما دقت کنید، یعنی این چاپلوسی اون پیرمرد، نه این ابله، یعنی اون پیرمرد تو این سن و سال اینو گفته، الان گفته دیگه طاهری. تو معناشو درک نمی کنی؟ نگاهش به ایرانه، من همینو دارم بهت میگم امیری، نفهم تو ایران نیستی، مردم ایران همونو میگن، باور کن بیشتر مردم ایران میگن من ما حاضریم اون دیکتاتور برگرده، قربون اون دیکتاتور من برم، بیا دیکتاتوری تو بکن، مثل پسرش بیا دیکتاتور رو همه رو ببنده به دیکتاتوری، اصلا عاشق اون دیکتاتوری ما، دیکتاتوریش ارتقامون میده اصلا، الان ملت فهمیدن. تو دیگه چی میگی بشر؟ میگم از تمام ایران خیلی سخته محبوبیتی کسب کنی که توی 300-400 سال اخیر تقریبا کم نظیرن خانواده پهلوی که اینجوری محبوبیت داشته باشن یه دونه سه سلسله. شخص لب گوره اما پاش لب گوره. این حرفا رو با آخونده نمیزدی تو مناظره، با یکی مثل شیروارات شیخ فرهاد کونی نفهم بیشور ازگل عده همچین با متانت صحبت میگم و میبینم مثلا خیلی با ادبی رو کردی خودتو. فرهنگ فکری و سیاسیش پوتین بوسی و پوتین لیسی، این پوتین لیسی نیست بدبخت، این پوتین لیسی نیست، این مثاله. اونجا که فوش داد به پهلوی چی؟ اونو نمیگی؟ برمیگرد رگ گردنی میشه دیگه، غیرتی میشه واسه کشورش. چطور به بچه‌ش اگه پوتین لیسیه تولقه چه فوش داد اصلا به پهلوی؟ میگم طاهری فوش داد به پهلوی. دود داره به رضا پهلوی، تقریبا تو مایه توهین بود دیگه، تو مایه چیزی مثل گوسفند بود گفت و فکر میکنه از این طریق میتونه نزدیک بشه به این شخص. نزدیک میخواد بشه، نیاز داره اون طاهری که به پهلوی نزدیک بشه. این چیز باباش بوده، روزنامه نگار نزدیک به باباش بوده، دائم بغل پهلوی بوده از جوونیش، نیاز داره به پسرش نزدیک بشه. آخ چرت چرا میگی مردک؟ به این مشکل بزرگیست در امر سیاست. میدونی تو کوتوله‌ای هستی امیری، سلیمانی امیری، من هیچکی نیستم، یکی از شنوندگات بودم، حالا میخوام بزنم راگوزت که شاید یکی از طرفدارات بیاد ببینه. طرفداری هم نداری آخه، تو کوتوله ای. فرق تو با بهرام مشیری چیه؟ بهرام مشیری شعور داره،
بهرام مشیری بچه آخوند نیست. من احتمال میدم تو باشی، چون بچه آخوند نیست، چون بزرگ شده اون مکتب نیست، حقیقت رو میگه. ببین از تو خیلی تندتر از پهلوی انتقاد کرده و میکنه، ولی هنوز پهلوی چیا ترکش نکردن، میرن میبیننش، میبینی که تو بورسه. برای که فهم داره این آدم. یه آدمی بود که من از گند مذهب آورد بیرون. ببین چی نفوذ کلامی داره بهرام مشیری، برای اینکه حقیقت داره. این آدمی که میاد خب از پهلوی انتقاد، از رضا پهلوی انتقاد میکنه، آقا مثلا شما استبداد گذشته رو میخواید، ولی باز میاد این آدم. انقدر شرف تو شرف رو نداری مردک، بهت برخورد. چه روز کی بودی تو توی 6 ماه مثلا استر کردی یا الان که سوت شدی؟ خوبی اینه که تو سوتی. مثل یه بوکسری میمونه که همه رو پرت میکنه، دیگه کی تو رو داره سوت میکنه، بازم پر روی نمیتونی بزنیش. بهرام مشیری کسیه که میاد اون داستانی که گندی که کثافت های جمهوری اسلامی در میارن واسه عکسای یاسمین پهلوی، میشینه روی برنامه میذاره، این شرف اون آدم میرسونه. برای همینه که با اینکه منتقد پهلویه، برام چه منتقدی است از نوع مصدق اللهیاش. خب مصدقی ها شاهو نمیخوان بزنن قطع کنن، که میگن آقا شاه با شما برید توی سلطنتتون رو بکنید، مشروطه باشید، یعنی نباید دخالت توی چیز کنید، ما خسپذیر بذارید مثلا. اینجوریه یعنی تنها مخالفان پهلوی که آدم حسابی هن مصدق اللهی ها. مصدق اللهی نه جبهه ملی ها. برای اینکه شما اگه برید خود مرور کنید بین پهلوی و مصدق، نمیتونید یک دونه رو بذارید کنار، نمیشه. شرافتتون اصلا بیشوری محضه. دکتر مصدق رو مثلا له کنی جلو پهلوی یا برعکس، نمیشه. برای همینه این کارو نکرده، بهرام مشیری هم این کارو نکرده. آره منتقده مثلا به امیرعباس و ویداد، آقا هیچ کاره بود آقا، خب ولی میشینه دفاع هم میکنه از میگه که من این چیزا رو بر نمیتابم آقا، من حرف حق رو میگم، تو شعور اونو نداری. برای همین اون استاده، تو پشمش هم نیستی امیری، میاد دفاع میکنه نظام فکری و سیاسی همسر رضا پهلوی، فقط میخواد مجیزگویان رو دور خودش جمع بکنه. خب طبیعیه، خب بذار مجیزگویان جمع بشن، بیناموس مملکت از دست رفت، بذار مجیزگویان جمع بشن، شاید یه چیز درست شد. آشغال با اونها کار کردن برای خیلی از این افراد آسونه، راحت، چون کسی به اونها کاری نداره. یه لحظه من اگه اجازه بدید از آقای همین تو کتاب های مختلف رو در آورده، چه آدم ایشوریه، سرداری بودم از چقدر تو ذوق زد کتاب، این جوری این بیناموس صحبت میکرد که فکر میکردیم اوه چه دانشمندیه. حالم به هم خورد ازت، برو گم شو. این هم یه نمونه دیگهش. آقا نمیتونین، زورتون نمیرسه، یه دستی در کار دوستان که میخواد احساس خطر کرده که اون داستان زن زندگی آزادی تعریف واسطش این ور به قول معروف سیاسیون، این ور پهلوی دیگه، اون ور تکون بدن این ور پهلوی بره تموم کارشون. عقل جمهوری اسلامی نمیرسه اینا رو همه رو یه دفعه دیدید حجمه ای شد به طرف جوانمردی، اون یادو دوتا کردا، این الان اون حالوی کونی، اون یکی احراری. وزنه ای نیستید، هیچی نیستید. شیخی شفشو اون سر نادانایی، این شعر رو گوش کردین چه قشنگ گفته، این شمالیه، خیلی قشنگ شعر گفته، نمیدونم اسم شعرشو. شعری شپشو شعری نه شیخی شپشو عنصر نادانایی، ناخواسته شد همسفرم در جایی، فهمید که از قماش او بیزارم، دل در گروه شکوه شاهان دارم، پرسید چرا به پهلوی مینازی، گفتم تو بگو چرا برو میتازی، امیری بمیری. شیخی شپشون عنصر نادانایی، ناخواسته شدم سفرم در جایی،
دانست که از قماش اون بیزارم، دل در گروه شکوه شاهان دارم. پرسید چرا به پهلوی می نازی، گفتم تو بگو چرا برونی تازی. من می نازم به عشق پاک ایشان، بر مملکت و ملت و خاک ایران، بر کارگر سهامدارش نازم، بر آن همه از اعتبارش نازم. نازیدن من به اعتبار عقل است، تازیدن تو با درمان نقل است. تو ساخته های این 40 سال شما، افزون به چه گشت جز به اموال شما. کوان همه رونقی که در صنعت بود، کو قهقهی که بر لب ملت بود. 40 سال بدین شیوه ستم ایرانی، ما را ز سر بریده می ترسانی. با موشک و تیر با آدم کشتید، از روز نخست تا همین دم کشتید. دینی که چنین ما خوری میزاید، تجدید نظر به حال آن میباید. شیخی پشون سر نادانایی، ناخواسته شد هم سفرم